میخوام 8 تا آهنگ خوب بهت معرفی کنم که احتمالاً یا نشنیدی یا قبلاً شنیدی و الان یادت رفته. پس این ویدیو رو کامل ببین. به نام خدا، سلام، خوش اومدیم به کانال یوتیوب رادیو موزیگاه. این بار تحلیل نداریم، بلکه قراره 8 آهنگ زیبا و شنیدنی به شما معرفی کنیم که امیدواریم دوست داشته باشین. جا داره بگم که سعی کردیم آهنگ‌هایی باشن که احتمالاً تا حالا نشنیدین و یا در گذشته شنیدین و یادتون رفته. اولین آهنگ، آهنگ با تو از رامی بیباک. یه آهنگ شاده و ملودی زیبا و تنظیم جالب با سازبندی جالبی داره، حتما گوش کنید. این آهنگ نهمین آهنگ آلبوم سوء تفاهم رامی بیباک بود که اون آلبوم در سال 1390 منتشر شده بود. ترانه سرا مرجان زنگنه، آهنگساز رامین بیباک و تنظیم انوشیروان تقوی. من آرزو دارم که عمرم با تو سرشه. دومین آهنگ منتخب، آهنگ راحت رفت از رضا صادقی هستش که ترک پنجم آلبوم زندگی کن هستش. آهنگ زیبایی است، ترانه زیبایی داره با ترانه سرای بابک بابایی و آهنگ و تنظیم مجتبی ابوالقاسمی پور. وسط آهنگ سولوی ساکسیفون داریم که در ادامه همون ملودی ساکسیفون، ساکسیفون قطع میشه و گیتار الکتریک ملودی رو ادامه میده که واقعا حرکت زیبایی هستش. آهنگ سوم، آهنگ باید میشناختیم همو از مهدی یراحی که در واقع سومین ترک آلبوم مثل مجسمه بود با ترانه آهنگ امیرعلی بهادوری و تنظیم آرون حسینی و همچنین میکس و مستر محمد فلاحی. یه تنظیم تلفیقی داره، میشه گفت پاپ راک هستش و خیلی گیتار الکتریک خوبی داره. آهنگ انرژیک هستش، توصیه میکنم حتما گوش کنید، مخصوصا اگه به گیتار الکتریک علاقه دارید. آهنگ چهارم، آهنگ آروم بگیر که تیتراژ سریال آرام میگیریم هستش با صدای علی لهراسبی. احتمالاً اگه سریال رو دیدین این آهنگ رو شنیدین، ولی کسانی که سریال رو ندیدن احتمالاً از این آهنگ بی بهره موندن. ترانه حدیث دهقان، موزیک از فؤاد غفاری که این روزا به شدت در گروه ایوان بند پرکاره و تنظیم فوق‌العاده مسعود جهانی. یعنی یکی از دلایل زیبایی این آهنگ تنظیم بسیار زیبای مسعود جهانیه که خیلی خوب تنظیم کرده. استفاده از صداهای متنوع، تنوع دادن در قسمت‌های مختلف آهنگ، ریتم بندی بسیار جالب و کلاً تنظیم خوبیه. البته ملودی فؤاد غفاری هم خیلی قشنگه و نحوه اجرای بسیار حرفه‌ای علی لهراسبی که کاملاً رو ترانه میشینه. اگه قبلاً هم این آهنگو شنیدین حتماً بازم گوش کنید. خب دوستان، اگه میخواین خیلی راحت و سریع این آهنگایی که معرفی میشه رو دانلود کنین، بسیار ساده، میتونین از کانال تلگرام ما که آدرسش الان این پایین میاد دانلود کنید. فقط کافیه در کانال تلگرام ما عضو شید و هشتگ موزیگاه یک رو سرچ کنید، به سادگی لیست آهنگا براتون میاد و میتونید دانلود کنید. بریم 4 تا آهنگ بعدی رو بررسی کنیم. آهنگ بیتاب با صدای حسین حور، ترانه و ملودی منصور فرهادیان و مهراد جم و تنظیم مخصوص مسعود جهانی. یه آهنگ در سبک تلفیقی هستش و حسین حور نشون میده که توانایی اجرای تحریرهای موسیقی سنتی رو داره، توانایی اجرا در گامهای بالا رو داره. اگر در بین خواننده های متعدد تیم مسعود جهانی دنبال یه خواننده با صدای جدید و اجرای خوب میگردین، من حسین حور رو به شما توصیه میکنم.
آهنگ ششم آهنگ سخته از آلبوم مخاطب خاص علی عبدالمالکی با ترانه امیر پیرنهان، ملودی علی عبدالمالکی و تنظیم و میکس و مستر پازل بند. کل آلبوم مخاطب خاص عالیه، واقعا قطعات بسیار بسیار زیبا و دلنشین و ماندگار داره. آهنگ سخته هم یک آهنگ بسیار زیبا هستش، حتما گوش کنید. امیدواریم هرچه زودتر آلبوم جدید علی عبدالمالکی منتشر بشه و همینجا معرفیش کنیم و با شنیدنش لذت ببریم. آهنگ هفتم آهنگ همنفس از پازل بند. یه مینی آلبومی از پازل بند منتشر شده بود به نام ایدانه که این آهنگ از اون آلبوم بود و واقعا یک آهنگ زیبا و احساسی هستش. آهنگ کبریت از حمید عسکری، ترانه علی عباسی، آهنگ از خود حمید عسکری و تنظیم شهاب اکبری. این آهنگ از آلبوم از عشق حمید عسکری هستش و خیلی آهنگ احساسی هستش. یه سولو نوازی زیبای ویولون داریم، این آهنگ رو از دست ندین. تو کبریت کشیدی به این زندگی. باب عزیزان و همراهان رادیو موزیگاه، این پلیلیست رو بررسی کردیم. لطفاً نظرتون رو به ما بگین و لطفاً اگه آهنگ زیبایی هستش که مد نظرتون هست رو تو کامنت ها به ما بگین تا در پلیلیست های بعدی قرار بدیم. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید و اگه هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بفشارید و از سایر ویدیوهای کانال ما دیدن کنید. متشکر همگی، خدا نگهدار.